خیلی وقتها حالمون گرفته است اما نمیدونیم چرا. هوش درون فردی یکی از هوش‌های چندگانه گاردنره که به ما میگه که دقیقاً توی زندگیمون دنبال چی هستیم، چون خیلی به ما کمک میکنه که افکار و سلایق خودمون رو بهتر بشناسیم. افرادی که هوش درون فردی بالایی دارن یه سری خصوصیات دارن. مهمترین خصوصیاتشون اینه که شنونده های خوبی هستن و معمولا کارهای انفرادی رو به کار گروهی ترجیح میدن و البته خیلی هم بهتر انجام میدن. اگر به این افراد بگید که یک ورزش انتخاب کنن، معمولا ورزش های انفرادی رو انتخاب میکنن. مهمترین خصوصیت دیگهشون اینه که از تایم فراغتشون حداکثر استفاده رو میبرن و برای اینکه شاد باشن نیاز به حضور دیگری ندارن. از سرگرمی‌های این افراد اینه که یه سری اطلاعات رو جمع‌آوری کنن و اونها رو به بهترین شکل دسته‌بندی کنن و بعد ارائه بدن. این افراد عاشق اینن که یک سری اهداف تعیین کنن، به اون برسن و بعد برن سراغ هدف بعدی. اما یه سری افراد هستن که نیاز دارن که هوش درون فردی رو تقویت کنن. این افراد معمولاً توی زندگیشون نظم خاصی ندارن. تصمیمات لحظه‌ای و بدون برنامه زیاد میگیرن توی زندگیشون. و برای اینکه خوشحال باشن حتما باید توی جمع قرار بگیرن. وقتی که تنها احساس افسردگی میکنن، خیلی سریع تابع محیط میشن، به عبارتی جوگیر میشن. و اما مشکل اساسی کسانی که هوش درون فردی پایینی دارن، مشکل در هدف گذاریه. این افراد به جایی که هدف گذاری کنن، خیال پردازی میکنن، چون اصلا به تنها چیزی که توجه میکنن توی هدف گذاری خروجی کاره. به عنوان مثال فکر میکنن که به بازیگری علاقه دارن، اما دائم به خروجی این کار فکر میکنن، محبوبیت، شهرت، درآمد بالا، در صورتی که وقتی که یک نفر میخواد ببینه که به بازیگری علاقه داره یا نه، باید ببینه که یک بازیگر از صبح تا شب و چجوری میگذرونه. خب حالا ما چه راهکاری داشته باشیم که بتونیم این هوش درون فردی رو تقویت کنیم؟ مهمترین و اساسی ترین راهکار شناخت احساساته. آقای رابرت پلاتچیک، استاد دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین، استاد بازنشسته است که توی حوزه فعالیت خودش در زمانی که فعالیت انجام میداده بیش از 260 مقاله و کتاب نوشته. یک نظریه خیلی خفن در مورد احساسات داره. خب میرسیم به قسمت مهم بحثمون، یعنی گل بحثمون، گل پلاتچیک. آقای پلاتچیک 8 تا احساس پایه‌ای و اصلی رو در نظر گرفت. آقای پلاتچیک نظرشون این بود که از هر کدوم از این احساسات ما یه دونه رقیق ترش رو داریم، یه دونه شدیدتر. به عنوان مثال گلبرگ ترس رو در نظر بگیرید. لایه این وسط که لایه اصلی و اون احساس اصلی و پایه‌ای ترسه، یه مقدار کمترش، رقیقترش میشه دلهوره و یه مقدار شدیدترش میشه وحشت. اما شاید الان براتون سوال پیش بیاد که خب ما این گل پلاتچیک رو یاد گرفتیم و این 24 تا احساس رو نشستیم دقیق بررسی کردیم، چه اتفاقی میفته؟ پژوهش‌ها نشون میدن که اگر ما بتونیم احساساتمون رو در قالب کلمات بیان کنیم، وارد قسمت شناختی مغزمون میشه و دیگه اون احساسات برای ما ناشناخته نیستن. یه ضربان مثل انگلیسی هست میگه که name it to tame it. روش اسم بذار تا اهلیش کنی. دیدید وقتی که با یک نفر درد و دل میکنید بعد چقدر حالتون خوب میشه؟ فکر میکنید دلیلش چیه؟ به این خاطر که وقتی که ما داریم حرف میزنیم، ما بین حرف زدنمون مجبوریم روی احساساتمون اسم بذاریم. متاسفانه اکثر افراد نمیتونن احساسات خودشون رو بیان کنن. مرحله بعدی برای تقویت هوش درون فردی اینه که ما یک تایمی رو در روز با خودمون تنها باشیم، بدون هیچ وسیله‌ای که حواسمون رو پرت کنه. گوشی، ویدئو، موزیک، کتاب، بدون هیچی. متاسفانه الان در حال حاضر انقدر وسایل جذاب دور برمون زیاده که هیچکس رغبت نمی‌کنه حتی یک تایم کوتاهی رو به خودش و به افکارش اختصاص بده. جالبه بدونید که بیل گیتس در طول یک سال یک هفته رو به خودش اختصاص میده و اسم اون هفته رو گذاشته هفته تفکر. اگر دقت کنید ما توی دین خودمون هم پیامبران، عارفان و بزرگان دینمون هم چله نشینی میکردن و از این چله نشینی ها دستاوردهای بزرگی به دست می آوردن. حالا ما نمیخوایم که چله نشینی انجام بدیم، ولی اگر یه تایم رو در طول روز به مدیتیشن و مراقبه اختصاص بدیم، میتونیم خیلی بیشتر با افکار و احساسات خودمون آشنا بشیم. ویکتور هوگو یک جمله جالبی داره که میگه الماس رو جز در قعر زمین نمیتونی پیدا کنی و حقایق رو جز در اعماق تفکر. اما برای اینکه این هوش رو در کودکانمون افزایش بدیم چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ یک راه خیلی ساده اینه که سعی کنیم با کودکانمون در مورد احساساتشون حرف بزنیم و هر موقع که اونا چه خوشحالن، چه ناراحتن، چه عصبی‌ان، چه غمگینن، چه ناامیدن، ازشون بخوایم که در مورد احساساتشون با ما صحبت کنن و البته ما اونها رو راهنمایی کنیم، چون معمولاً دقیقاً نمیتونن بیان کنن که چه حسی دارن. اما مشاغل پیشنهادی برای افرادی که هوش درون‌فردی بالایی دارن، شغل‌هایی هستن که توی حوزه علوم فعالیت میکنن، مثل جامعه شناسی، علوم فلسفه، نویسندگی، حقوقدان، مورخ و کلاً شغل‌هایی که به تفکر نیاز داره. تا اینجا فهمیدیم که برای اینکه هوش درون‌فردی رو تقویت کنیم، اول اینکه از گل پلاچیک یادمون نره، دوم اینکه یه تایم رو به خودمون و به افکارمون اختصاص بدیم و سوم اینکه به فکر آموزش این احساسات به کودکانمون هم باشیم. ازتون خواهش میکنم که نظر خودتون رو در مورد این پست برای من کامنت کنید و این پست رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید، چون قراره در ادامه با هوش‌های دیگه‌ای از هوش‌های 8گانه گارنر آشنا بشیم. موفق باشید.